شب قدر یکی از شبهای مخصوص است که در دهه آخری ماه شریف رمضان قرار دارد. تمام مسلمانان جهان این شب را به عبادت تا روسوب میکنند. کارمندان سامانه اویلا تیجی با نظرداشت سوالهای از طرف خوانندگان وارد گردیده تصمیم گرفت که در مورد شب قدر با یکی از علماهای ساحه دین صحبتی روبرو آراسته و به سوالهای خوانندگان پاسخ بدهد. با این مقصد ما آمدیم به شورای علمای کشور تا به سوالهای خواننده های خود از طرف شخصان مسئول دین پاسخ بگیریم. داملا جمال الدین خاموشی اعضای ریاست شورای فتوای کشور می باشد که برای خوانندگان سامانه اویلا تیجی خیلی خوب شناس است و فکر میکنم حاجت به معرفی ندارد. ما تصمیم گرفتیم که فضیلت های شب قدر و نماز و عبادت هایی که با کدام طرز از نگاه اسلام گذاشته می شود با این شخص معروف و داملای گرامی صحبتی داشته باشیم. پیگیری نماید و به سوال های خود پاسخ گیرید. شهریابانو صالح و یک خواهر ما می نویسد که ماه شریف رمضان سه دهه دارد که در دهه آخر آن شب قدر موجود است. می گفتید که این شب یعنی شب قدر چگونه پیدا شده است؟ البته ماه مبارک رمضان به سه دسته تقسیم می شود و هر روز مبارک ماه رمضان فضیلت خاصه خود را دارد و همچنان که در خطبه های در تراویح بعد از ادای چهارکعت نماز تسبیح خوانده می شود و در اونجا قید می کنند که می گویند اوله رحمتون، اوسطه مغفرتون و آخره اتقو من النیران، یعنی دهه اول دهه رحمت است و دهه مبین دهه مغفرت است و دهه آخر دهه آزادی از آتش جهنم است. البته پیشتر هم باید قید میکردیم که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان است. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلام دهه اخیر ماه مبارک رمضان را اعتکاف می نشستند و او را شب زنده داری میکردند و حتی از اعمال زن و شوهری کناره می شدند. و حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها از پیغمبرمون پرسان شدند که اگر شب قدر را دریابم چی بگویم؟ پیامبر علیه السلام تاکید کردند، دستور دادند که بگویید اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی خداوند تو بخشنده هستی و بخشیدن را دوست می‌داری و مرا مورد بخشش و مغفرت خود قرار بده. یعنی نفری که شب زنده داری میکند باید این دعا را بیشتر و زیادتر تکرار کند و از خداوند از اعمال های کمبودی که در حیات خود داشته باشد از آنها پرسان شود تا اینکه سبب مغفرت و آسایشتگی او و پاکی او بگردند. و شب قدر سبب پیدا شدن او به این خاطر است که خداوند در قرآن عظیم الشان در سوره قدر که سوره است در قرآن با نام قدر که عبارت از پنج آیت است می فرماید که استعیذ بالله انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربه من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. یعنی ما به این آیه مبارکه نظر کنیم میبینیم که در این آیه مبارکه خداوند یعنی با چهار خصلت بندگان را دعوت کرده است. یکم اینکه فضیلت قدر به این خاطر است که یعنی قرآن عظیم الشان در این شب نازل شد و در همین شب قدر بر دل پاک پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز وحی سرازیر شد و تمام موجودات در شب قدر این شب را با یک پیشواز عجیب پیشواز گرفتند. و دویم همین که همین است که تنزل الملائکه و روح، یعنی فرشتگان عمومی و بالخصوص حضرت جبرائیل علیه السلام با امر خداوند برای کار معینی فرود می آیند. و دیگر اینکه آن شب تا سحر تمام موجودات سلام و آسایشتگی میکنند. با این شب قدر یعنی پیغمبرمون هم خودشون شب زنده داری میکردن و هم اهلشون رو بیدار میکردن تا اینکه با عبادت
مشغول شوند. البته خو نماز خواندن باشد، خو تلاوت قرآن باشد، هر عملی خیری باشد، خو تسبیح گفتن باشد، خو استغفار کردن باشد، اگر به درگاه خداوند یعنی ثواب بیشتری دارد. بنده به هر کاری خیری که مشغول می شود، در شب قدر خواه نماز می خواند، خواه تلاوت قرآن می کند. بزرگان می گویند که تلاوت قرآن به منزله این است که خداوند با تو صحبت می کند. وقتی که انسان نماز می خواند، به منزله این است که او با خداوند صحبت می کند. هر کدام این دو عمل خیر برای آن خوبتر و گواراتر باشد و با چهره کشاده کدام آن را خوب انجام داده بتواند، آن را می تواند که در این شب انجام بدهد. البته شب قدر سوره یا آیت مخصوص ندارد. اگر فردی هم بتواند خودی همین سوره قدر را یعنی این انزلناه را بخواند، ثواب میگیرد. و همچنان که پیشتر هم قید کردیم، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفتند که پیامبر علیه السلام برای من توصیه داد که شما دعا بکنید، یعنی مغفرت و بخشش خود را از درگاه خداوند بخواهید. البته وقتی که انسان ما دو نوع نهار داریم، یعنی نهار شرعی داریم و نهار فلکی داریم. نهار شرعی بعد از غروب، وقتی که بعد از شام علاکه شب قدر شروع می شود و انسان می تواند که ذکر کند، اون چیزی که در اختیار خود دارد، اون چیزی که از گفته از شریعت می داند آن را بخونه، خواه سوره های قرآن باشد، خواه صلوات باشد، تسبیح باشد و آن دعاهایی که باشد. چون که پیغمبر علیه السلام گفتند که یگان چیز به درگاه خداوند از دعا دیده ارزشی بلندی ندارد و دعا مغز عبادت است، یعنی کمبودی های مادی معنوی خود را در شب قدر می تواند که حل نماید. با این مادر گفتنی هستیم که با اون اندازه ای که قوت توانایی دارد، مدامی که دیر به نماز خانه شروع کرده باشد، نمازهای قضایی خود را بخواند تا آن زمانی که قدرت توانایی دارد. وقتی که خسته شد می تواند با تسبیح و تهلیل گفتن مشغول شود و استغفار نماید. البته نماز خواندن فرض است. هر یک فرد مؤمن مسلمان وقتی که به سن بلوغت میرسد باید که این فریضه الهی را ادا نماید. و گذشتگان ما هم یک سخن بسیار خوبی دارند، میگویند که غیر از نماز و روزه همه کار دنیا پشیمانی دارد. یعنی نماز خواندن مشکلاتی ندارد. اگر رفت و امروز که نماز خوانده باشد، با گفتن تسبیح و تحلیل با ذکر اون چیزی که با زبان تاجیکی هم میداند، از خداوند کمبودی های خود را بخواهد و اصلاح خود را بخواهد و توفیق خود را بخواهد. البته وقتی که خواهران یا مادران به این عذر زنانه یا که عادت ماهیانه گرفتار می شوند، این از به اختیار خود آنها نیست و این معنی ندارد که انسان وقتی که به این گرفتار شده باشد او یعنی حرام شود، یعنی به او ممکن نباشد. فقط دستورات شرعی است که او حق نماز خواندن ندارد، روزه گرفتن ندارد و طواف خانه کعبه کردن نمی تواند. اما صلوات خواندن، استغفار کردن، تسبیح تحلیل گفتن برای او معنی است. او می تواند که در این شب کوشش کند و تمام کمبودی های خود را از خداوند پرسان شود و برکت مادی و معنوی خود را از خداوند بخواهد. در حدیثی که زیر ابن ابو حبیش از عبای ابن کعب که یکی از قاریان زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت میکند که گفتم که برادرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه گفتند که خوب میشد که بندگان تمام سال را قیام میکردند تا اینکه شب قدر را دریابند. عبای ابن کعب گفتند که عبدالله ابن مسعود خود میداند که به خاطر اون گفته است که مردم تنبلی نکنند، یعنی تمام سال در عبادت باشند. اما او خوب میداند که شب قدر در دهه اخیر ماه مبارک رمضان و در شب 27 ماه رمضان است و به استثناء سوگند یاد کردند. بعد میگه گفتم که ای ابو منذر، با چی نشانه ای میگویی؟ گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر داد که شب یعنی پایان شب قدر صبح آفتاب به شعاع میبرد و دیگر سرازیر شدن درختان یا اگر چیزهایی که مردم میگویند در یک منبع‌های اعتماد تاریخی با قید گرفته نشده است. یعنی بلغم عموماً روزه را هم نمیشکند، طهارت را هم نمیشکند. سلام، اگر رویدون این شب یعنی در همون شب قدر خوبم گیرد، میتوانم سر خوبم را گیرم و باز عبادت را ادامه دهم؟ رقیه از شهر دوشنبه. البته وقتی که انسان خسته می شود، این عبادت هایی که از این عبادت نافله هستند به توان و قدرت خود انسان وابستگی دارد و انسان باید چون عبادت های نافله را با طبع خوش
با تب بالیده انجام میدهد. یعنی میتواند که یک در شرایط فعلی که اسباب های بیدار میکردگی هم وجود دارد میموند و اندک خواب خود را میگیرد، بعدتر میخیزد با یک صدق و صفا یعنی عبادت خود را دوام میدهد. ما گروه مهاجران در شرایطی نه آنقدر خوب زندگی میکنه. میگفتید که آیا برای خواندن نماز در شب قدر شرایطی مخصوص وجود داشته باشد یا در همه گونه شرایط میتوانیم نمازمان را ادا کنیم؟ رسول رجب و دلاور از فدراسیون روسیه. البته شب قدر همچنانی که در صورت قید کردیم فضیلت او بالاتر یعنی بیشتر از هزار ماه است. یعنی هزار ماه به اندازه 83 سال می شود. یعنی 83 سال که انسان با عبادت گذرانده باشد اگر یک شب قدر از همه اونها فضیلت دارد. خوشا به حال اون نفرانی که شب قدر را در می یابند و عبادت میکنند و نفری که شب قدر را در می یابد و عبادت میکند و از معنویاتی استفاده میکنند فردا در روز نو به حیات دیگر یعنی قدم می نهد. و برای انجام دادن شب قدر رو خانه معین یا که نماز معین وجود ندارد. اون چی که در توان خود دارد می تواند استطاعت دارد با اون اندازه عبادت های خود را انجام می دهد. بعد از نماز تراویح چقدر پس به خواندن نماز شب قدر شروع کردن ممکن است؟ ظفر شهر بختاری ولایت خانه. بعد از نماز تراویح را انجام دادن البته شاید خستگی با وجود بیاید، کمی دم میگیرد، در حالت دم گرفتن خودم به نماز هم اگر شروع نکند میتواند تلاوت قرآن کند یا تسبیح بگوید یا صلوات بخواند. بعدتر میتواند که بعد به خواندن نماز خصوصا نمازهای قضایی داشته باشد، اگر خوب میشود که در این شب نمازهای قضایی خود را انجام دهد. البته در شب قدر اختیار دارد، می تواند که تلاوت قرآن کند، می تواند که نماز بخواند. هر کدامی که برای او میسر شود به اندازه قوت و توانایی خود این عملهای خیر را انجام بدهد. در شب قدر ما قبلا هم اشاره کردیم که وقتی که خواهر در عادت ماهیانه قرار دارد شریعت برای او خواندن نماز را منع کرده است و گرفتن روزه را منع کرده است، اما گفتن تسبیح ها یعنی سبحان الله گفتن، الحمدلله گفتن، الله اکبر گفتن، این چون این صلوات خواندن برای او معنی است. این معنا ندارد که وقتی که زن به عادت ماهانه گرفتار می شود او پلید یا نجس شود، چون که خوراک میپزد، طعام میپزد، دیگر کارهایی که هست اینها را انجام میدهد و در خود احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در این باره خبرهای زیادی آمده است. البته خانه‌داری کردن در شب قدر از نگاه شرعی معنی است. تو در روزانه در مهم بارک رمضان یعنی هم بیستری کردن من آمیزش من است، بعد از غروب یافتو بعد شام خانه داری کردن خوش شب قدر باشد. خلان که در خود شب قدر بین علما اختلاف وجود دارد، بعضی ها میگن که شب 21 است، بعضی ها میگن 23، بعضی 25، 27، بعضی 29، و به این خاطر شب قدر و شب 27 میگن که شاه مفسرین عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و اینچین عبدالله ابن مسعود و عبی ابن کعب گفتن راجح ترین قول همین است که با یقین نزدیک است که شب 27 باشد. به این خاطر که خود لیلت القدر عبارت از 9 حرف است و در این سوره مبارکه 3 مرتبه ذکر شده است و 3 کرن 9 27 می شود. به این خاطر با یقین نزدیک است که شب قدر در شب 27 ماه مبارک رمضان باشد. این نظری مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. وقتی که نماز تراویح خواندن اصلا سنت مؤکده یعنی سنت تأکیدی عینی است، یعنی هم برای مردان و هم برای زنان خواندن نماز تراویح سنت تأکیدی است، اما با جماعت خواندن نماز تراویح سنت تأکیدی کفایه است. یعنی اینا می توانند که در خانه خود با اهل و عیال خود جمع شوند و نماز تراویح را انجام دهند و بعد نماز تراویح هر آن چیزی که می توانند در نمازهای نافله ادا کنند و در حق خود و در حق گذشتگان خود دعای خیر کنند. وقتی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جماعت کردن زنها مکروه است، کراهیت دارد، و اون چیزی که این خواهرها انجام میدهند تنها میگذارند این خوب کار خیر است، کار خوب است، یگان مخالفت با مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه ندارد و ثواب خواهند گرفت ان شاء الله. البته خیلی قبلا هم اشاره کردم نماز خواندن خصوصا نماز تراویح خواندن یا نماز خواندن به سن بلاغت است. وقتی که نفری به سن بلاغت نرسیده باشد اگر برای او ادا کردن نمازهای فرضی بلزیمه اونها فرض نیست و اونچه که انجام میدهند در نامه اعمال پدر و مادر کتابت میشود و مجبور کردن برای اونها در این باره نیست.
در شب قدر در منبع های معتمد چون روایت نیامده است که حتما باید 100 رکعت یا 50 رکعت انجام داده شود، اما به اندازه ای که میتواند وسع توانایی دارد با قدر قوت خود میتواند که نمازها را انجام بدهد. البته نماز قضا خواندن برای انسان این برابری فرض است، یعنی باید نماز قضایی را بخواند و بعد اون نماز قضایی را انجام دادن میتواند که نماز نافله هم بخواند و بالفرض اگر نماز نافله هم بخواند اگر ثواب میگیرد. میشود که اول نفل خونه بعد قضا؟ البته اختیار دارد، میتواند که اول نماز نفل انجام دهد بعدا نماز قضایی را انجام دهد یا بالعکس هم انجام دهد اگر ثواب میگیرد. بعدی تمام شدن این ماه مبارک رمضان باشد اگر با این دستور نشیده است، اما هر کسی که امکانیت دارد اگر این به خواست خود او شخص وابسته است، از جانب شرع برای او یگان اجباری وجود ندارد، فقط در روز عید دو چیز بر ذمه انسان واجب است، یکی پرداخت صدقه فطر و دیگری ادای نماز، یعنی ادا کردن نماز فطر یعنی عید رمضان. باید که صدقه فطر را پیش به نمازگاه رفتن ادا کند، چون که اشخاص بینوا با یک طبع خوش به نمازگاه می روند.